بینندگان عزیز سلام، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. هوا در واشنگتن کمی سرد شد چون چند روز واقعا به جای پاییز شده بود بهار، حتی به طرف تابستان خیلی گرم شد. و اما امروز چهارشنبه 5 دسامبر 2018 میلادی برابر است با 14 آذر ماه 1197. برنامه را چند دقیقه زودتر شروع کردیم به دلیل اینکه آمدیم در استودیوی جدید جهانی و میبینید که چندین تلویزیون مختلف پشت سرمون در حال پخش و اینها هست، ولی از شما ممنونیم به جای اینکه تماشا کنید برنامه های تلویزیون های دیگر رو، اومدید نشستید اینجا. امروز با یه نفر صحبت میکردم، گفت که من از تلویزیون شما خیلی چی یاد گرفتم. اولا این که میگی کارمون خیلی خرابه، هیچ کس نمیتونه بهت بگه کارت خرابه چون خودت داری میگی. دوما این میگی که اینو میگی که تلویزیون تماشا کردن آخرین کاری هست که ما انجام میدیم، یعنی باید بیکار 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 باشیم تا این کار رو انجام بدیم. و شما به درستی گفتی، بنده اگر دکتر دندون بخوام برم، اگر امتحان رانندگی داشته باشم، اگه کلاس درس داشته باشم، اگه بچه‌م از مدرسه بخواد بیاد، اگه مهمون داشته باشم، اگه سر کار باشم، تلویزیون نگاه نمی‌کنم. وقتی میام تلویزیون نگاه می‌کنم که بیکارم. پس میشه گفت چون براش اهمیت قائل نیستم، از اون ورم نباید انتظار داشته باشم که با تلویزیون تماشا کردن دانشم زیاد بشه، پروفسور بشم، آگاه بشم. خوشحالم که با یک پیام ساده ما یه آزمایش کردیم و فهمیدیم که لیلا خانم با وجودی که از ما قهر کرده بود ولی برنامه ها رو نگاه میکنه. شما جای دیگه نمیتونید برید. من یادمه بچه که بودیم خیلی ما دبستان میرفتیم، میمدیم با بچه های دیگه سیگار میکشیدیم و این گنجشکای بیچاره رو میگرفتیم، معتاد میکردیم، دودیشون میکردیم. بعد ما از مدرسه که میمدیم اونا زودتر تو حیات داشتن جیجی میکردن که چی شد سیگار ما دیر شد. این برنامه های تلویزیونی مخصوصا برنامه من ممکنه مثل سیگار ضررم داشته باشه، سرطانم بیاری، ولی معتاد که شدی ولکنش نیستی. البته یادتون باشه همون جوری که شما معتاد شدید به این برنامه ها، من هم به شماها معتاد شدم. و یه روز که برنامه ندارم هی میگم امروز شنبه است یا چهارشنبه است، باید برنامه بذارم یا نذارم. خلاصه خیابان اینجا دو طرفه است، خوبه. اگه اینجوری نباشه میشه عشق یک سره. بعد چی میشه؟ عشق یک سره باعث درد سره. اینجا آمده بودن داشتن برگار تمیز میکردن، همه اینا هم دستگاه های موتورای دو زمانه صدای زیاد و اینها، بعض وقتا خودشون گوشی گذاشتن و موزیک پخش میکنن، ما بیچاره که نشستیم اینجا گوشمون کر میشه. من همیشه از قدیم این گوشی هایی که اسپانج ابر داشتم، اون وقتا با هواپیما زیاد مسافرت میرفتم و تو هواپیما وقت به خاطر اختلاف ارتفاع گوش آدم یا این به اصطلاح کیپ میشه، اینو شما میتونید، اینا هم هست، خیلی هم ارزونه. اینا رو اینجوری فشار میدید، وقتی که کم شد کوچیک شد اینجوری قشنگ یواش میکنید داخل گوشتون، بعد ولش میکنید، بعد خودش باز میشه و صدا رو فیلتر میکنه، صدا رو کم میکنه، صدا رو قطع قطع نمیکنه. برای اونجوری باید از این هدفون های بزرگ بوز بخرین که فیلتر کامل 500 دلار 200 دلار بعض وقتا قیمتش هست. اینو که دستم بود داشتم اینجوری میکردم و به شما گفتم بکنید تو گوشتون، یاد افتاد پنجشنبه هفته قبل یکی از دوستانم رو دیدم، گفتم خیلی وقت بود ندیده بودمش، گفتم چه حال چه خبر، گفت آقا نگو و نپرس، اون روز از حمام آمدم پایین با این اومدم بیرون با این گوش پاک کنا داشتم گوشم رو پاک میکردم، تلفن زنگ زده. اینو میدونید مثل یه چوب پلاستیکیه، دو سرش یه کمی پنبه است، گفت این که تو گوشم بوده رفتم تلفن رو برشتم گذاشتم در گوش و اما این رفته زده پرده رو پاره کرده و میگفت چه دردی داره. گفتم نگو، همین که تو داری میگی
ما داریم دردش رو میکشیم. و اون که میگن وصف العیش نصف العیش، وصف الزجر هم واقعا نصف زجر و درد هست. در صورت به خیر گذشته، البته دکتر بهش گفته که 20% از شنوایی گوشت رو از دست دادی، حالا احتمالا راههایی رو بهش پیشنهاد میکنن که اون شنوایی از دست رفته رو به اصطلاح دوباره بتونه به دست بیاره. و اما امروز گفتار عقل بشر ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، یعنی 1 ساعت و 5 دقیقه دیگه، گفتار عقل بشر قسمت 79 رو براتون پخش میکنم که این دوستمون با صبر و حوصله زحمت میکشه، از خلیج فارس تهیه میکنه و برای شما ارسال میکنه. و اما امروز روز سوگواری در آمریکا هست به خاطر همون درگذشت یا فوت جورج بوش پدر، اون رئیس جمهوری که بعد از ریگان آمد و قبلا معاونش بود، بعد شد رئیس جمهورش و بعد برای 4 سال بود، بعد باخت به بیل کلینتون، بعد بیل کلینتون بود، بعد جورج بوش پسرش 8 سال بود، 8 سال بود به خاطر اینکه چند تا جنگ را انداخت. و معروفه که وقتی اینها جنگ را میندازن، مردم معمولا رئیس جمهور رو عوض نمی کنن، همونو نگه می دارن. یکی از دلایلی که این ترامپ شارلاتان دنبال اینه که یه جنگی را بندازه، مخصوصا جنگ با ایران، اینه که میخواد مردم برای سری دوم که سال 2020 هست باز هم بهش رأی بدن. امیدوارم قبل از این موضوع اینو بگیرن، مثل موش دومشو بگیرن، از کاخ سفید بندازن بیرون. امروز که قرار روز به اصطلاح عزای عمومی باشه برای مردم آمریکا، این جنازه رو بعد از 2 روز از مجلس، من نمیدونم این وقتی اونجا چه کار میکنن، یخ میریزن روش، از این درای آیس میریزن، شب میذارنش تو فریزر، صبح درش میارن، و یا اصلا تابوت خالیه، کلک میزنن به مردم، چون این ویوینگ هم نیست، یعنی اوپن کسکت نیست که شما ببینیش طرف خوابیده و اینا. اگه کسی میدونه چجوری هست به ما هم بگه چجوری اینا میتونن چند روز یک جنازه ای رو حتی شب تا صبح توی اون روتاندا، یعنی چی میگن، توی اون گنبد، اون زیر اون گنبد آسمانی کبود، اینجا بود جای قشنگی، اگه اومدید واشنگتن حتما جاهای دیدنیش رو برید، ناگفته نماند. خود من خیلی از این جاها رو نرفتم و ما یا بشر ذاتش اینه، از اینجا بلند میشی میری یونان، بلیط هم میخری میری بالای کوه، صبح ساعت 4-5 بعد خوابی میکشی میری که مثلا از اون بالا نمیدونم قصر اسکندر رو ببینی و فلان، ولی اینجا بغل دستت همه چی ارزون و مجانی، نمیری نهارم $10 بیرون بخوری. یعنی بشر همیشه همینه. در هر صورت این جنازه اونجا بود، امروز صبح بردنش نشنال کاتدرال. کاتدرال این کلیسای خیلی زیبایی که تو واشنگتن هست، چند سال پیش که زلزله اومد یه مقداری بهش آسیب رسید و بستنش برای چند مدت. من خودم اونجا بعضی از این عروسی ها رو اونجا فیلم برداری میکنم، جایی که بسیار قشنگه. اگه یه روزی شنبه و اینها اینجا بودید حتما برید اونجا، توی اون خیابونه خیلی به اصطلاح برعکس خیابونه آمریکا که هیچ روحی نداره، اونجا ویسکانسین اونیو خیلی باحاله، چیزای زیادی اونجا هست، جورج تاون یعنی یکی از جاهای قدیمی آمریکا هست، آمریکا سنی نداره، به همین خاطر اگه یه جا مثلا 80 سالشه میگن خیلی قدیمی. خب بریم ببینیم که برای شما چی گذاشتیم. ماجرای CIA و خاشخچی، یک خانمی مدیر CIA هست، این فامیلیش هسپول تقریبا مثل اسپوله، و هفته قبل که گفتن بیا اینجا ما ببینیم چه خبره، ترامپ و کاخ سفید نیذاشت، جلوگیری کرد که این بره تو مجلس. ولی حسن آمریکا اینجاست که اینها با پافشاری طرف رو آوردن و دیروز وقتی اونجا صحبت کرد چند تا از جمهوری خواها
حتی گفتن که ترامپ دروغ میگه، رئیس به اصطلاح وزیر امور خارجهش دروغ میگه، وزیر دفاعش دروغ میگه و بر اساس چیزایی که این خانم که مدیر و به اصطلاح رئیس CIA هست، سازمان CIA هست، هیچ شکی باقی نمونده که این بچه نادان، این موربورشت MBS محمد بن سلمان، اصلا اون مسئول کشتن این بوده. چون اگه یک کسی رئیس دولت باشه و دستور بده، حالا یکی هم آورده با اره و فلان اینها سر این طرف بریده و بدنش تیک تیک کرده، ولی مسئول اصلی اونه. و دیروز حتی اون آقای چیز که خیلی هم دوست نزدیک شده تازگی ها با ترامپ، گفت اینجا یه مسئله دارن، وقتی یک کسی کشته میشه، یه قتل اتفاق میفته، میگه شما برو دنبال اون اسلحه‌ای که داره دود ازش میاد بیرون، اسلحه گرم بگرد، ببین این کی کشته شده. این گفت که اینجا اسلحه‌ای نیست که ازش دود بیاد بیرون، ولی این اره‌ای که آوردن و ترکیه سر طرف بریدن و تیک تیکش کردن، دود از اون بلند میشه. خب نظر بدید که این بکگراند ما، این استودیوی جدید چگونه است؟ خوبه؟ اذیت میکنه چشم؟ و یادم سالها پیش یه بنده خدایی، فامیلش هم یادم رفت، خیلی ها اینا که فوت میشن میمیرن یا میرن، ما هم بعد یه مدت دیگه یادم میره، به من اتفاقا این شبیه قیافه، شبیه عموی من بود، الان اسمش یادم رفته، چند بار باهاش صحبت کردم، هی قرار بود بیاد تو تلویزیون و اینها، از اینا یعنی که فقط تو تلویزیون های شاه اللهی میرن که بهشون به به چه چه بگن، نمیان یه جایی که انتقاد هم گوش کنن و برن کارشون رو درست کنن. خلاصه وقتی که تماشا میکرد، ما اون موقع یه چیزی نشون میدادیم پشتمون، مینوشت نیوز، اخبار، و یه حالت طلایی رنگی داشت، میگو آقا من چشمام درد میگیره. گفتم والا این خیلی آزاردهنده نیست که شما اینجوری چشمات درد میگیره، ولی به نظرم میاد یه مشکلی با چشمات هست و باید بری، شاید دکتر بهت بگه وقتی تلویزیون نگاه میکنی عینک بزن، یه جایی هست ممکنه من و شما برامون معمولی باشه، رانندگی در شب، خیلی ها هستن در شب باید عینک های مخصوص بزنن که نور پخش نشه، هست عینک های 10 دلاری، حتی 1 دلاری هست که ادعا میکنه شب نور رو پخش نمیکنه، امتحان کنید. ولی میگن بعضی از این عینک ها چون شما وقتی میزنید، آیا میدانید عینک که میزنید چون نور کم میرسه به چشمتون، مردمک چشم باز میشه؟ عدسی یا لنزی به این خوبی ما نداشتیم تا حالا، این باز میشه. بعد میگن اون عینکای خوب ریبن و اونای دیگه که یه کم هم گرون هستن، UV و اینها رو بلاک میکنه، نمیذاره اون نورهایی که بهتون ضرر میزنه داخل بشه. ولی عینکای بد، بدیش اینه که دیافراگم یا اون چیزش چشم شما رو باز میکنه، بعد باعث میشه نور بیشتری بیاد تو و بهش آسیب برسونه. پس خسیس بازی در نیارید، اگه میخواین عینک بخرید یه عینک درست حسابی بخرید. همیشه هم گرون بودن معنیش این نیست که خوب هست، عینکای هست گرونه، وقتی از میپرس چرا، میگه دوتا الماس اینور اونورشه، من الماس اینور اونور میخوام برای چی؟ من میخوام چشمم سالم باشه، عینکه لنزش درست باشه، UV رو بلاک کنه، نه چیزای دیگه. این کلمه همون ری که میگن، یا دیدید میگن ایکس ری، یعنی اشعه. حالا اشعه ها انواع مختلف داره، اشعه ماورا و بنفش داریم، اشعه قرمز داریم، اشعه سبز داریم، اشعه فلان داریم، یکی از اونها همین ماورا و بنفشه، فکر کنم اولترا وایلنت و UV به خاطر همین بهش میگن. در هر صورت اینم از این. و اما گفت گل بود به سبزه نیست آراسته شد، همینو کم داشتیم، آقای هخورا از اروپا همین الان یه چیزی فرستاده، سازمان نگهبانان ایران جاوید آلمان و سروران گرامی، دوستان، همرزمان
نازنی، اینا وقتی میگن همرزم من خندم میگیره، فوری یاد هممنقل میفتم. آخه شما کجا رزم میکنی آقای حقا که همرزم داری؟ ماشاءالله شکمت که از من چاختره، قدت که از ما کوچیکتره، راه که نمیتونی بری، آخه خجالت بکشی. بعد از یکایک شما بل هم میهنان ایرانی و هخامنشیان، اونایی که هخامنشی نیستن نه، هخامنشیان فقط، از یکایک شما که با تلفن، ایمیل، پیام و نگارش آگهی شاد باش آزرگان و سوگ درگذشت خواهر بزرگوارم مهرورزی دید سپاسگزارم. در این زمان حساس کشورمان چه در اون مرز و برون مرز با همخوانی با توافق جهانی برای آزادی ایران باید بدانیم. اصلا جملات غلط، فعل، فاعل، مفعول، قربانش برم، فقط مزخرف، سرور، کدبان، قربانت بروم، استاد، همه غلط غلط غلط. اینم از این ماجرا. ولی ما چی کارشون داریم؟ بذارید خوش باشم. این من فکر کنم عربستان سعودی مجبور میشه این پرینس نادان رو، این محمد بن سلمان رو بهش بگه آقا بی برو خوش باش، خوشگذرونی کن، یه کس دیگر رو بذاره اونجا. اینم براتون گفتم CIA خاشقچی و امروز روز سوگواری در آمریکا هست. و اما شب یلدا نزدیک است، فکر کنم جمعه 21 دسامبر میشه شب یلدا. چرا؟ 21 دسامبر آخرین روز ماه آذر، اولین روز دی زمستان، و همون جوری که تحویل سال، آیا میدانی تحویل سال در ایرانی روزیه که شب و روز مساوی هستن از لحاظ دقیقه ثانیه، طول شب و روز مساویه، و آیا میدانید شب یلدا طول شب، ساعات یا دقایقی که شب هست، هوا تاریکه، بیشترین و بزرگترینه؟ اینا رو حتی رو کامپیوتر و رو اینا میتونید پیدا کنید روی گوگل. و جمعه 21 آذر اون شب یلداست دیگه، از این بهتر نمیشه. اناراتون رو حاضر کنید، آجیل مشکل گشا رو، ما خیلی جالبه، از این و انار، از اون و آجیل مشکل گشا، یه سری چیزای عربی، یه سری چیزای مذهبی، یه سری چیزای آریایی، یه سری چیزای هخامنشی، خلاصه هفت بیجار که میگن ما هستیم. ماشینای تصادفی درش یه رنگه، کاپوتش یه رنگه، نمیدونم صندلیش یه رنگه، ولی فکر میکنیم بهترین هم هستیم. اینجا بدبختیه. و اما بریم سراغ یکی از دوستان که من ویدیوی ایشون رو روی فیسبوک دیدم و برای ایشون نوشتم که خب من میدونم شما این ویدیو رو اینجوری با اینستاگرام یا با تلگرام یا با فیسبوک ضبط کردی، ولی اگر دوست داشتی مهمون ما باش، در برنامه‌ای به نام پناهجویان را دریابیم جمعه و بیا با مردم صحبت کن. این دوستمون بلوچ هست و اسمش هم هست ایرج افغانی. حالا چرا روی فیسبوک نوشته ایرج افغانی من نمیدونم، شاید دوتا ایرج هست، ایشون میخواد جدا باشه. بله، ولی خودشون اینجا نوشتن من ایرج افغانی فعال سیاسی به عنوان نماینده طیف مردم شجاع بلوچستان که به نام براندازی فعالیت مستمر دارم از کارگران هفت تپه حمایت میکنم. به ایشون گفتم و ایشون هم قراره که جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ما و ساعت چقدر میشه؟ اشتباهی بهشون گفتم 20، ها 2 میشه 14، درسته 2 میشه 14 با 6 ساعت 20 به وقت سوئد یا اروپا با ما باشن تا ببینیم این دوستمون چی میگه. من چون خودم پناهنده بودم، پناهجو بودم و الان میبینم که این از طریق سوشال میدیا چه کمک بزرگی من و شما میتونیم به دیگران انجام بدیم، سالها هست که این کار را انجام میدم با کمک دوستان خوبی مثل آقای علیپور، مثل افرادی که توی دانمارک و این برونور هستن. اگر کسی
یه جایی به اصطلاح ویدیویی داره، برنامه ای داره، ما میاریم اون رو نشون میدیم و میذاریم که اینها حرفشون رو بزنن. الان ویدیوی آقای ایرج افغانی رو من آوردم اینجا با هم تماشا کنیم، صداش رو هم ببرم بالا پلیر دو و همونجوری که به ایشون گفتم چون این فیلم عمودی هست و زمانش هم خیلی کم هست، اگر بشه جمعه، یعنی امروز چهارشنبه است، دو روز دیگه، دو بعد از ظهر، الان 2:10 است، دو بعد از ظهر 10 دقیقه زودتر با ایشون صحبت میکنیم، بشنویم صحبتهای آقای ایرج افغانی رو. ببینم کار میکنه اینجا یا اگر کار نمیکنه. نخیر، MP4 اینجا کار نمیکنه. در نتیجه میایم کلک تکنیکی بهش میزنیم، میاریمش اینجا به کارش میکشیم. یکم صبر کنید، اینو من استاپ کنم. استاپ. بله، میام اینجا روشنش میکنم. اینم یکی دیگه از معضلاتیه که کامپیوترهای اپل و ویندو و اینا سر مردم آوردن و مردم رو دست دسته قسمت قسمت انداختن این ور اون ور. یکیش میگه فرمت من اینه. خب حالا بدم نشد، ما حالا به جایی که سقف و اینها رو هم نشون بدیم، سعی میکنیم بیشتر خود آقای ایرج افغانی رو نشون بدیم. بله، خیلی هم خوب، اینجوری بسیار عالی. این کمرای دو و حالا روشنش میکنیم. من ایرج افغانی که عضوی از حزب مردم بلوچستان قسمت ایران هستم، باور به کارزار و مبارزه فعالین سیاسی و اجتماعی و مدنی بلوچ برای رسیدن به حق حاکمیت ملی مردم بلوچستان دارم، زیرا بدون داشتن چنین حقی مردم بلوچستان همچنان در تبعیضات سیستماتیک رژیم‌های مرکزی حاکم به سر خواهند برد و تا زمانی که رژیم استبدادی ولایت فقیه بر سر اقتدار است، رسیدن به چنین حقی برای مردم بلوچستان غیر ممکن است. لذا در این مرحله از مبارزات سراسری مردمان ایران علیه رژیم استبدادی ولایت فقیه که به صورت جنبش های مردمی گوناگون از جمله اعتصابات کارگری کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و کارگران کارخانه فولاد اهواز و اعتصابات معلمان و اعتراضات بازنشستگان و والباختگان و طرفداران محیط زیست در حال انجام است، حمایت علنی مردم بلوچستان از چنین جنبش های لازم و ضروری و امری حیاتی است. همبستگی اقشار و گروه های بلوچستان از چنین جنبش های در ایران کمکی است در تسریع سرنگونی چنین رژیمی که به پایان حیات خود رسیده است و نمیتواند نیازهای مردم را برآورده کند و مردم قطع امید کردند از این حکومت فاشیستی و ضد بشری و سرنگونی این رژیم باعث خواهد شد که مردم بلوچستان به حق حاکمیت ملی خود یک گام نزدیکتر شوند جهت برقراری ساختار یک نظام دموکراتیک سکولار و فدرال در ایران. پیروز باشید. بسیار ممنونم. گفتم از ایشون دعوت کردم، ایشون هم قبول کرد، ولی این بنده خدایی که در کشورهای مختلف در حال برزخ منتظر این هستند که پرونده پناهجوییشون به اصطلاح به دادگاه بره و قبول بشه و موقعیت پناهندگی پیدا کنن و اقامت دائم بگیرن، شما مطمئن نیستی که حتی یه ساعت دیگه اینا اینترنت دارن یا نه. چرا؟ امروز با یه ورزشکاری که از ایران آمده بیرون صحبت میکردم و گفتم که فردا پس فردا با هم تماس بگیریم. گفت باور کنید پول ندارم و میترسم اینترنتم قطع بشه. گفتم حالا من برات یه مقداری میفرستم و اونم مشکله. همین که این بنده خداها ایرانی هستن، بعضی از کشورها حالا اون قانون میگه دولت ایران رو تحریم کنید. این قانون ها هر کسی میاد برای خودش
یادتونه چند سال پیش یه فروشگاه اپل اینجا یه دختر خانمی با پدر بزرگیش رفته بودن کامپیوتر بخرن. بعد اونجایی که مثلا میپرسه زبانهای مختلف و اینها، یه فروشنده اومده گفته که شما کجایی هستید؟ حالا اینا هم فکر کردن این میخواد کمکشون کنه، گفتن ما ایرانی هستیم. گفته ما نمیتونیم به شما بفروشیم. البته اونها شکایت کردن، اپل هم عذرخواهی کرد و این تریتا پارسی و نیاک و ایرانی های اینجا خیلی دنبالش گرفتن. ولی بعضی وقتا اینایی که قانون رو خودشون در دست میگیرن بدتر از دولت ترامپ و شارلاتان هایی هستن که اینجا تو مجلس این قوانین رو گذروندن. بابا از ایران آمده خارج، شما برایش میخوای 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار بفرسی که اونجا این به هوملس تبدیل نشه. پول رو میفرستی مانیگرام یا وسترن یونیون یا پیپل، میگه نخه شما ایرانی هستی، شما جزء تحریم هستی. اینم روزگار غریبی است نازنین. و اما راجع به هوملس تبدیل شدن، همین دوست ورزشکاری که چی بوده، یه مدت از بیپولی مجبور شده تو این فروشگاهایی که 24 ساعت بازن اونجا خودش رو به اصطلاح مشغول کنه، شبا همینجور بچرخه، روزا بیاد یه جایی تو فرودگاه جایی دراز بکشه. و این وظیفه من و شما است که یک سازمان های ایرانی تشکیل بدیم، هی نرید دنبال این سازمان های کشیده و دراز و فلان، سازمان ایرانیان آزاده پس از مرگ خمینی و خامنه ای. اوکی آقا، برید درست کنید سازمان حمایت از پناهجویان، پناهجویان را دریابید. طرف که پناهجو است وقتی میاد 15 روز 20 روز یه ماه یه اتاقی براش تهیه کنید. از ما گفتن. حالا امیدوارم این دوستمون هر وقت که میترسن، وحشت دارن از یه حکومت دیکتاتوری اومدن که حکومتی بوده که خمینی به مردم گفته خانواده ها همدیگر رو لو بدن و دادن، مسئولین این کار کردن، بچه های خودشون رو اعدام کردن. گفتم اتون من یه دوستی دارم در آلمان، این باباش آخوند بود و بهش میگفت که 3 تا از داداشاش به اصطلاح کشته شدن و مفقود. به این میگفت تو آلمان بودی معصیت زیاد کردی، بیا برو جنگ تا گناهت بخشیده بشه. اینم گفت باشه ببینم آلمان چیزامو میفروشم میام. آمد دیگه بر نگشت، گفت برو بابا به سلامت. در هر صورت اینا اینجوری بودن. حالا اینم ماجرایی که ما به اصطلاح باهاش برخورد داشتیم، گفتیم به شما هم بگیم. اگر شما هم مایل هستید به این دوستمون کمک کنید، حمایت کنید، چون بهش گفتم پیپال، گفت پیپال وقتی شما پول بفرستی من باید یه کارتی چیزی داشته باشم. گفتم چه کار کنم تو به من بگو. گفت با مانیگرام. گفتیم باشه، حالا فردا صبحم برات سعی میکنیم یه مبلغی بفرستیم تا بلکه اینترنتت قطع نشه. اگه شما هم مایل هستید به این دوستمون کمک کنیم، مخصوصا اونایی که قبلا کمک کردید از طریق پیپال یا آدرس من رو دارید یا حساب بانکیمون رو دارید، کمک کنید. ما اون هزینه ای رو که پیپال میگیره، بانک چیزی نمیگیره، چون اون بانکی که قبلا گفتم 16 دلار یکی فرستاده بود، اینا 18 دلار از ما حق و زحمه یا هزینه گرفتن، 2 دلار هم ما بده کار شدیم، با اون گفتیم نمیخوام، رفتیم با همین بانک آف امریکا. این میگه کسی پول بریزه از طریق بانک، ما از طریق شما چیزی نمیگیریم، ولی اگر وایر ترانسفر میکنن اون یه 25 دلاری 30 دلاری پول میگیرن. اینم ماجرا، کمک کنید. ما هم این کمک های شما رو برای این دوستمون میفرستیم. توی آمریکا رسمه، میگه شما 100 دلار بده منم 100 دلار میدم، یعنی یک رقابت سالم به راه میندازن که مردم بیشتر کمک کنن. حالا ما 100 دلار نه، شما وقتی 100 دلار میدی اینا 5 دلار هزینهشو کم میکنن، ما این هزینه رو از این دوستمون کم نمیکنیم. شما 100 دلار بدی ما به ایشون 100 دلار براش میفرستیم، چون وقتی هم میریم مانیگرام یا چیز اونجا باید یه پولی بدیم، باز یه 5 دلار یا یه 8 دلار بستگی به مقدار پوله باید چیز کنیم. اینجا هم که آفتاب آمد دلیل آفتاب نوشت، تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است، ایام کریسمس، ایام سال نو، مخصوصا اونایی که ما قول دادید که آقا
آدرس تو بده، آقا حساب بانکی تو بده، ما پول بفرستیم، بفرستیم بیام. اینی که گفتم پناهجویان از فردای خود خبر ندارن، حتما شنیدید که امروز در دانمارک گفتن پناهجویانی که میرن دادگاه رد میشن و ما تا امروز بهشون میگفتیم از این کشور باید برید بیرون، دیپورتشون میکردیم و دیدیم که چند تاش رفته گرفتنش براشون در سرای پیش اومده و اینها، اینا رو دیگه ما نمیفرستیم، میفرستیم توی جزیره ای و کاریکاتور کشیده بودن که یه جزیره یه پناهنده تنها اونجا وایساده. اگه کسی خبری درباره این چیزا داره به اصطلاح پناهجویان و دانمارک و اون جزیره، برای من بفرسته تا من اینجا نشون بدم و بیشتر در موردش صحبت کنم. و اما روحانی یک بار دیگه دنیا رو تهدید کرد، مخصوصا آمریکا رو، گفت اگر جلو صادرات نفت را بگیرید، نفتی از خلیج فارس خارج نخواهد شد. خداییش بهتون بگم، دیکتاتور هستن، به مردم زور میگن، ولی یه کاری اینا کردن، 8 سال جنگ، 1 متر مربع از ایران ندادن بره. روزی که من و شما در خارج بهشون فوش دادیم، مسخرهشون کردیم، احمدی نژاد گفتیم با این قیافت دیدی جاهای دیگه کسی به زشتی تو نیست، رفتی جیبوتی، جیبوتی چیه؟ اصلا کشوری به نام جیبوتی ما نمیشناختیم، به اونا پول میدی؟ یه دفعه آقای شاهین ترکمان، همشهری عزیز ما، از وزارت اطلاعات در رفته، در خارج زندگی میکنه، تماس گرفت با آقای سربی، شما نقشه رو نگاه کن. اینا نگاه کردن اگر به این کشور جیبوتی پول ندن، اونجا یه تنگه هست، نمیدونم جبل الطارق چیه، رو نقشه نشون داد. حالا ببینید آخوند چقدر حرومزاده و پدر سوخته است. و جالب اینه که ما هر کی باهوشه بهش میگیم آقا تره عجب پدر سوخته ایه، به جایی که بگیم زیرکه، حتی اگه دشمنمون باشه. امروز دیدم خانم مینو آقاسی، همسر آقای حمید میرزا آقاسی، یه عکسی رو فرستاده و من این عکس رو به شما نشون میدم و برای ایشون نوشتم که خانم آقاسی، واقعا شما فکر میکنید آخوندا اینقدر احمقن که بیان همچین فتوایی رو بدن؟ نکنید این کارو، والا بلا وقتی شما این کارو میکنید، آخونده تو ایران همینو ور میداره، نشون مردم میده و به مردم میگه نگاه کنید. این آقای حمید میرزا آقاسی که میگه من مسلمونم و مسلمونی من حقیقیه، این خانم مینو آقاسی که باورمند کمک میکنه به آدمای به اصطلاح افغانی و آدمای دیگه‌ای که احتیاج به کار دارن، براشون کارگاه درست میکنه، ببینید نوشته از نظر شرعی تجاوز به زندانیان زن و مرد سیاسی مجاز است. من میگم شما واقعا فکر میکنید آخوند اینقدر ساده لوحه که بیاد یه همچین چیزی بنویسه؟ نکنید، خودتون رو چوپان دروغگو میکنید. و دوستانم آمدن زیرش نوشتن، میگه که مثلا خانم بهار افغان نوشته خانم آقاسی عزیز نازنین، ملاهای ناانسان با این فتواهای ناجور خود را برای شهوترانی خود راه باز کردن. بعد میر انصاری گفته اصولا و شرعا مطابق حکم قرآن و فلان زندان جای اصلاح شدن و تبعید، تربیت و نام شدن، نادم شدن افراد، این اصلا اسمی گذاشتن ندامتگاه و اونا میگن نمیدونم امدادگر، امدادجوی، هم چیزی. بله، میگه که من همیشه صحبت های ارزشمند شخصیت فریخته آقای آقاسی را گوش میکنم، اما این نوشته شما شاید مورد تایید علما و سیاسیون ایران نیست و شاید سندی در موردش نیست. این نظر داعشیون بود که با اسلام مغایرت کلی دارد. اینو آقای شریف، کی؟ شریف فیض زاد گفته. نکنید خانم آقاسی،
این کارهایی که انجام میدید، کارهای احساساتی، اون روز خود آقای آقاسی داشت صحبت میکرد و میگفت که این آقای بهرام مشیری که میاد مثلا میشینه تفسیر میکنه که حضرت علی این دختر رو اینجوری، حضرت محمد اون فلان اونجوری، گفت شما اینجوری نمیتونید کسی رو که به این آخونده باور داره اینها رو منصرف کنید. شما اینها رو بیشتر جری میکنید، جری میگن، جری میکنید و ثابت قدم در راه غلطشون. اگه خمینی اشتباهات شما را انجام داده بود، هنوز حکومت شاه پابرجا بود، چون شاه و اطرافیانش میتونستن به مردم نشون بدن نگاه کنید اینا کیان که میخوان بیان. الان شماها تو ایران اینجوری شدید. آخونده دیدید دیگه ویدیو از همین حخای نادان، حالا خواهرش هم فوت شده، بهش تسلیت میگیم. البته تو چه سودی برای خواهرت داشت؟ از 14-15 سالگی آمدن تو را از یزد آلمانیا و اتریشیا بردن بیگاری، بعدم که ولو بودی این بر اون بر. در هر صورت خواهرش فوت شده، بالاخره عزیز از دست رفته، خواهر، برادر، پدر، مادر مهم. ولی موضوع اینه که کارمون خیلی خرابه. اینم از این ماجرا. دانمارک پناهجویان را به یک جزیره منتقل می کند و اما امروز یکی از دوستان یک ویدیویی فرستاده بود، لینکش رو، و دیدم که این آقای مانوک خدابخشیان، ایشون هم فسیلی دیگر از دوران شاهنشاهی، مخصوصا شاه نادان است. بزرگترین افتخار این مانوک خدابخشیان که بچه آبادانه، اینه که این گزارشگر فوتبال بوده و بزرگترین گزارش فوتبالیستش، فوتبالش، موقعی بوده که این آقای لوس نونور آقازاده شازده در مدرسه فوتبال گذاشته بودن. احیانا به همه بچه هم گفتن که آقا این باید برنده بشه، اگه برنده نشه پدر و مادرتونم یه دفعه سر به نیست میشن، و این رفته اونجا گزارش تهیه کرد. حالا میاد بعد از اینکه دیگه همه تلویزیون ها کردنش بیرون، میاد میشینه بغل دست میرزا قاسمی، چی اسمش، علیرضا قاسمی، علیرضا قاسمی، همین علیرضا قاسمی. بهتون بگم دوستان، خیلی هنرمنده، تو کارهای شومنی، فیلم ساختن، گزارش تهیه کردن، ولی نون رو باید به نرخ روز بخوره. تا موقعی که پول در آگهی بود و رقص و اینها، از موقعی که رقص و اینها دیگه به اینها پول نمیدن، خودشون تو سوشال مدیا تبلیغ میکنن، اینها هم سیاسی شدن. الان از آقای شبخیز و دیگران خبر ندارم، اون آقای نادر رفیع اینا، ولی آقای علیرضا قاسمی میبینم که ایشون این چیز رو میاره، مانوک خدابخشیان. مانوک خدابخشیان، خب هممون ممکنه، منم فردا سکته کنم، پیر بشم، یه طوری بشه، گردنم کج بشه، ولی دوستان، خب من اگه گردنم کج شد دیگه به دوستان میگم آقا یه عکسی مال موقعی که گردنم راست بوده بذارید، من تو رادیو حرف میزنم. این آقا میاد جلو دوربین اینجوری هی دستشم میذاره رو میز که کسی نبینه که دستش داره میلرزه. اگر اشکالی نداره خب بذار مردم هم ببینن، اگر ناراحتت میکنه که مردم میبینن، خب آقا نیا، عکس جوانیات بذار، موهاتم رنگ کرده یا رتوش یا ریتاچ هرچی، قشنگ اونو نشون بده، اون پشتم برای خودت هرچی میخوای زرزر کن. یه برنامه ای رو با ایشون میشینه مرشد، بچه مرشد، این میگه اون میگه، و باور کنید این جمله ای رو که من میگم، اینها از پشکل تا بمب اتم رو برای شما باز میکنن، واقعا درست میگن، تفسیر میکنن، ولی خب احتیاج داره اول خودشون مزه مزه کنن. اون علیرضا قاسمی زرنگه، میذاره این مزه مزه کنه به اون بگه، ولی براتون همه رو پیش بینی میکنه، فردا چی میشه، دنیا چی میشه، به ترامپ میگه ترامپ، یک تلفظایی داره همش تو برنامه ادعا میکنه که این انقدر کتاب خونده. من فکر نمیکنم از کسی کتاب بخونه تلفظش از اینوری میره، تلفظش میاد با مردم این مملکت یکی میشه. در هر صورت اگه میخواین برنامه های از پشکل تا بمب اتم رو ببینید، آقای مانوک خدابخشیان رو
دنبال کنید. من یکی دو بار با ایشون روی فیسبوک تماس گرفتم، فکر نمی کنم اصلا فیسبوک اینا هم بلد باشه، یه چند تا بچه جوونی این کارا رو براش انجام میدادن، بعد اونا هم دیدن این عمو مانوک اصلا باری نداره و اگه کتابی هم خونده مثل اولاقی که بار کتاب رو دوشش هست، ولش کردن، حالا تو این تلویزیون میاد برنامه اجرا میکنه. در صورت اینم از مانوک خدابخشیان، فسیلی دیگر از دوران شاه کمدان. و اما ویسکی به جای آبجو. ما چند روز پیش رفتیم یه جایی، این دوستان هی به ما میگن که ای ببخشید ما اون آبجویی رو که تو دوست داری نداریم. گفتم بابا جون من بارها به همه گفتم اگه کسی یه مشروب مخصوص میخواد یا آبجو مخصوص میخواد خودش باید اونو با خودش بیاره، به دو دلیل، یکی که مس کرد تصادف کرد صابخونه مسئول نیست، دوم این که اگه آبجو نیوردی هرچی اونا دارن باید بخوری، اگه طرف بادوایزر خریده تو نمیتونی بگی من فقط هاینیکن میخورم، اگه نمیدونم میلر خریده تو نمیتونی بگی من فقط ینگلینگ میخورم. من یه مدت هر چه میخواستم برم یه از این 12 تایی بلک اند تن با خودم میبردم، بعد دوستان هی گفتن نمیخواد آقا بیاری، هنوز مال دفعه قبل که آوردی اینجا سو اینا، گفتیم خب نمیبریم نمیبریم و هرچی داشتن میخوریم، نداشتن هم نمیخوریم، ما که معتاد نیستیم که. خلاصه گفتیم خب حالا که اون آبجو نیست ویسکی میخوریم. ویسکی رو با آب میخورن بعضیا، بعضیا فقط با یخ میریزن، بعضیا بدون یخ میخورن و هر کسی هر جوری دوست داره و هر کسی فکر میکنه اونجوری که اون دوست داره بهترینه. این همون روز کی بود؟ یک شنبه بود و من داشتم میرفتم خونه پسرم، گفت که بابا بیا اینجا میخوام گوشت کباب کنم. به پتیک گفتم که من دیگه دارم میرم، اگر زنده موندیم چون نزدیک واشنگتنه فردا برنامه داریم، اگه نه که دیگه اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم. خلاصه گفت که آها اگه پسر گوشت رو به طریق ایرانی کباب میکنه که یا کباب کوبیده است یا کباب برگه یا کنجه است، اگه به طریق آمریکایی یا تری تیپ یا بریسکته. گفتم آره، یک من چیزی داره گریل، البته گریلر درسته دوستان، ولی دیگه از بس همه گفتن گریل میگن گریل، یه گریلی داره آمریکایی، یه تیکه گوشت اینقدی رو میندازه، خیلی هم قشنگ بلده و اینها درست میکنه. خلاصه گفتیم حالا که گوشت هست با ویسکی هم بد نیست، ویسکی و یخ جاتون خالی خوردیم. بعد که آمدیم شب خوابیدم، فرداش آهان عکس یه ویسکی ژاپنی رو برای پتیک فرستادم. پتیک گفت که باید امتحان کنم ویسکی ژاپنی و اینها، الکلش زیاده ولی نمیدونم. خلاصه خیلی هم خوش طعم و اینها بود، با یخ که میخوری میکس میشه دیگه. و گفتم که شبم مثل بچه خوابیدم. شما میدونید آمریکایی هم میگه که مثلا I slept like a baby، یعنی من مثل یک بچه خوابیدم، منظورش اینی که اصلا بی خیال دنیا و اینها قش کردم خوابیدم. بعضیا از این یه جور دیگه برداشت میکنن که مثل بچه هست که وقتی میخوابه هر یه 2 ساعتی بلند میشه گریه میکنه یا زیر پاش خیسه تره یا گرسنشه و اینها، آخرم هر کاری شما میکنی صبح که بلند میشه تو جاش جیش کرده. به این گفتم نه اینجوری ها، اونجوری خوابیدم که معروفه که میگن به اصطلاح چیز میکنی. و آبجو وقتی میخوری میگن آبجو سرده. حالا دوستانمون آقای اکبری شیرازی، اون نوروزی شیرازی، خوشبختی شیرازی، اینها به من بگید ویسکی گرمه یا سرده؟ چون تو شیراز اینایی که عرقیات میفروختن، نه عرقی عرقجات مشروب و فلان، اینها میگفت مثلا عرق گلگاف زبون گرمه، عرق شاتره سرده، عرق بیدیمش گرمه، یه چیزایی داشت. من میخوام ببینم این معیار گرما و سرما از کجا اومده. مثلا میگن قوره سرده، سردید میشه. کشمش با وجودی که از همین جنس قوره است گرمی میشه. نمیدونم چجوری این عوض میشه. اگه میدونید به ما بگید تا ما هم یاد بگیریم. ویسکی به جای آبجو، sleeping like a baby.
این یادداشتای من اینجا تموم شد و صحبتی داشتم با آقای مهدی زکایی از مجله جوانان. گفت که شما شنیدم راجع به یک خانمی در ترکیه صحبت کردید، این خانم اسم ما رو دزدیده، یه مدت برای ما مجله میفروخته و فلان اینها، ولی اسم ما رو دزدیده. گفتم ببین تو شیراز میگن، شاید شما میگین، میگن چاخکن همیشه ته چاه، و اینایی که اینجورن معمولا به جایی نمیرسن. این خانم من چند تا برنامه مجانی بهش دادم، هی آمد گریه و زاری که نمیدونم من کامپیوتر ندارم، اینو ندارم، اونو ندارم. من براش حتی با همین آقای زکایی و اون آقای عباس حسنی که اسمشو گذاشته سیاوش اوستا در افتادم، گفتم شماها خوب خجالت بکشین، حالا یک کسی اومده یه مجله چیزی باز کرده رو اینترنت در ناکجا آباد، ولی این خانم چند بار کارهای غیرقانونی کرده، هی گرفتنش، برو یونان بیاییم، و یه آدم ناآرومیه. و این خانم همون کسی هست که آقای چمنارا برای من هی ویدیو رو میفرسته، و گفتم آقای چمنارا من یاد دوستانی انداخت که وقتی یه دوست دختری داشتن و میخواستن از شر این دوست دختر نجات پیدا کنن، میمدن اینو مینداختن به دوستای دیگهشون. آقای چمنارا تبلیغ فرستاده بود که دوستان بیاین در این رادیو، نه اینا، بیاین در این رادیو برنامه بذارید، برنامه اولتون مجانی، برنامه بعدی 100 دلار. فکر کنم خودش داره یه پولی میده به این، میخواد در بره، میخواد دیگران بیان جاش، چون قبلا هم یه نفر دیگه رفته بود، بعد گفت این خانمه به من گفته منو ببر آمریکا، این خانمه هر دو روزی زنگ میزنه به تلفنم قطع و اینا. خانم ها هم یک برگ برندهی در دستشونه. من با این صدای کتکلفت و با این هیکل نمیتونم به شما بگم تلفنم فردا قطع میشه، بخاریم سرد میشه. شما میگه خب مردی که برو یک کت بپوش. ولی یه خانمی وقتی به شما بگه، شما میگه حالا من فعلا برای 200 دلار بفرستم ببینم چی میشه. همچنین که 200 دلار فرستادی، این میفهمه که شما رو خوب میشه بدوشه، بیشتر و بیشتر داستانهای جدیدتر. در صورت این هم داستانی بود که آقای زکایی به من گفت، گفت توی برنامهتون به مردم بگید که این خانم اسم ما رو وقتی که آمده برای ما کار کرده به اصطلاح غیر قانونی از این اسم استفاده کرده، تبلیغ فروخته، پولای تبلیغ اونجا کشیده بالا و الی آخر. اگرم ایشون خواست بیاد صحبت کنه، ما حتما این کار رو انجام میدیم. اجازه بدید من از آقای فرخ تشکر کنم، از سعید تشکر کنم، از آقای شیرزاد جلیلی تشکر کنم که ویدیوهای ما رو یا ویدیوی امروز ما رو با دوستانشون شیر کردن و اون کار زشتی رو که همشهری من آقای حسن خزایی انجام میداد و برای خود من میفرستاد، اینا این کار رو نمی کنن. قشنگ. و کسی که میخواد یه کار خوب انجام بده احتیاج به تبلیغ نیست. اصلا تو فرهنگ ما میگه شما وقتی میخواد به یه کسی کمک کنی، همچین باید کمک کنی که اگه با دست راست اینو دادی به سوربی، دست چپت نفهمه. خیلی ممنون آقای فرخ جان، خیلی ممنون آقای شیرزاد جلیلی، خیلی ممنون سعید. سعید که کمکهاش نقل امروز و دیروز نیست، همین تلفنی که الان وصله، اگه وصل باشه شما میتونید ببینید، این مال اون کامپیوتریه که ایشون پول داد 105 دلار، حتی 5 دلار هزینه پیپل رو هم پرداخت میکنه. خیلی ممنون و متشکرم. و اما بریم سراغ این چیزایی که براتون اینجا گذاشتم و ببینیم که آهان، ماجرای ترامپ هر روز کثیف‌تر، هر روز بیشتر در این باتلاق فرو میره. و دیشب میگفتن که این کاری که این انجام میده از طریق توییتر به اونای دیگه میگه که خوب کاری کردین با دادستان همکاری نکردین، خوب کاری کردین که با بازرس ویژه همکاری نکردین. اولا ببینید چقدر باید یه نفر احمق باشه، شالاتان باشه، اوتلا باشه، قانون شکن باشه که وقتی خودش رئیس و فرمانده کل قوا
و باید اولین مجری قانون اینجا باشه، به دوستانش چون میدونه کار خلاف کرده بگه خوب کاری کردین، با قانون هم کاری نکردین. میگن اگر توییتر نبود و این توی تلفن به آقای راجر استون یا توی تلفن به آقای منفورد میگفت که شما خوب کاری کردید، گواهی ندادید و فلان، اینها این میشه به اصطلاح دخالت در قانون یا دست انداز درست کردن در قانون و جرمه. ولی چون به صورت عمومی میگه هنوز برای این کار جرمی پیدا نشده و میگه برای مردم هم معمولی شده. گفتم بهتون بیل مار و آقای ماز جبرانی گفت از بس این کارهای کثیف میکنه ما اینو میخوایم جوک بسازیم بعدی اومده، ما اگه اونو بگیم برای شما قدیمیه، اینو میخوایم بسازیم بعدی اومده. و امروز هم رفت اونجا مثل اینایی که یتیم تو شیراز میگفتن ننه مرده، اومد اینجوری نشست به زور با جورج بوش و اون، اینم از پریروز تا حالا. و چه تنبیه خوبی شد توسط همین مرده، جورج بوش پدر. زن جورج بوش گفته بود که این آشغال توی مراسم یاد بود من نیاد، جورج بوش برعکس نوشته که این آشغال بیاد. به همسرم گفتم، گفتم که این اتفاقا میخواد به این یاد بده، اولا مجبورش کنه بیاد اونجا مردم رو ببینه، قیافه ها رو ببینه، صحبت ها رو ببینه و فکر کنه با خودش که اگه من شالاتان ترامپ به قول آقای منوک ترامپ مردم، یکی میاد یه همچین چیزی به درباره من بگه؟ خانواده اینا رو نگاه کنه، خانواده خودش نگاه کنه. در هر صورت اینم آمد اونجا و منتظر باشید که به زودی این بچه هاش، پسرش، دخترش، اینها. حالا صحبت از دخترش، این یه دختری داره تیفانی، خیلی محلش نمیذاره، اونم خیلی دوروری نمیچرخ. فکر کنم دختر یعنی فرزند چهارمش هست از زن دوم، این ستا مال زن اولی هست. حالا چند تای دیگه این ور اون ور داره یا سر به نیست کرده خدا میدونه. پنجمیش هم که این پسره هست که از خودش درازتره با وجود که 12 سالشه، ولی یه کمی میگن چیز داره. بگی اینایی که خیلی هم باهوشن ها ولی نمیتونن با مردم چیز کنن، آتیزم. در هر صورت این دختره با یکی دیگه بود، آقای مایکل مکانیک، نه که شغلش مکانیک بود، فامیلیش مکانیک بود، اتفاقا یه ایرانی هم بود فامیلیش مکانیک بود که توی اون گرفتن چیزا و مبادله و فرانینا اون بنده خدا رو هم گرفته بودن از آمریکا. این دختره یه دوست دیگه یا یک نامزد دیگه داشت، با اون به هم زده. معمولا رسمه وقتی به هم میزنن برای که حالی به حالی بشن میرن یه تفریح کشوری، بلند شده رفته یونان، توی یونان با یک بچه پولدار نیجریه‌ای آشنا شده، باهاش آشنا شده اومده. ولی جالب اینه هفته پیش این زجرآور ننگاور، حالا میرسیم به لیلا خانم، ننگاور وایستاده بود یه عکس گرفته بود با این دختره تیفانی که یه آقایی هم آمد، آقا هم اسمش قاسم زاده بود که گفته بود من 30 سال کار عکاسی و اینا میکنم و این عکس حقیقی نیست. گفتم اتفاقا عکس حقیقیه، خیلی نگران نباش، شما یه روز بیای این واشنگتن 100 تا از این آشغالا تو این خیابونا، تو این برنامه ها، تو این مهمونی ها این ور اون ور میچرخن. آقا 600 خورده این نفر ما نماینده مجلس داریم، درسته؟ نماینده مجلس و سنا و اینها، درست میگم 600 خورده؟ خب اینا کجا هستن؟ همین وقت واشنگتن یه چارگوش کوچولو، از این رستوران میای میری اون یکی، میری نخست وزیر با اون اونجاست. همین آقای جورج بوش که مرد، من یادمه یه روز با پسرم، اون وقتا کوچیک بود، داشتیم میرفتیم از مغازه خرید کنیم، پیاده از آپارتمان اون بریم خرید کنیم بیام، دیدیم تو این شاپینگ سنتر از این ماشینا اومده آنتنشون زدن بالا و فلان اینها. گفتیم چه خبره؟ گفتن جورج بوش، اون موقع هم چیز بود، رئیس جمهور بود، گفتن جورج بوش اومده تو این رستورانه داره شام میخوره. اینجا اینا معمولیه،
اینجا اینا عادیه. حالا یه ایرانی مثلا میره تو یک مهمونی اینها عکس میگیره، میاد عکس رو برای این و اون میفرسته، فلان میکنه. خود من همه اینجا میرفتم عکس نمیگرفتم. دوستان بهم میگفتن خب آقا تو که میری، همسرم میگفت خب تو که میری زحمت میکشی عکسم بگی. میگفتم اینا به آدمی مثل من، بعد میگفتم نه اینا مثل من و تو نیستن، اینا یه آدم های پلیدی هستن، من عکس برای چی بگیرم؟ بعدا دیدم نه، آدم با هیتلر هم اگه هست، با خمینی هم اگه هست، عکس بگیری بد نیست. یادش میاد که با این شخص دروغگو، با این شخص پلید عکس گرفته. شروع کردم با نمیدونم کلینتون، با جورج بوش، اینها عکس گرفتن، نماینده مجلس عکس بگیر، رئیس پلیس عکس بگیر، نمیدونم نخست وزیر عکس بگیر. اینا مهم نیست دوست عزیز آقای قاسم زاده، مهم اینه که حالا این عکس رو گرفته میخواد چه استفاده از بکنه. میخواد بگه من اومدم دوست شدم با دختر ترامپ، گیرم که دوست شده باشی با دختر ترامپ، گیرم که بری باهاش ازدواج کنی، میشه یک شخص عقب افتاده معلولی مثل این جرد کوشنه داماده. دیدی مرده که 33 ساله، دستاش از بچه ها لطیفتر و نازکتر، یه روز یه چیز سنگین بلند نکرده راه بره. دو سه تا معامله تو زندگیش کرده، رفته یه ساختمون خریده به نام 666 ضرر، که همونا مجبور شدن برن از قطر پول قرض کنن، و سر همونا بود که میخواستن سر قطر رو زیر آب کنن که ایران رفت کمک قطر. حالا قطر چی کار داره میکنه؟ قطر با خارج شدن از اوپک و قیمت نفت و بالا نگه داشتن شده یار ایران. برگردیم به اون ایران و جیبوتی. آقای شاهین ترکمان تماس گرفت به من، گفت آقا اگه 10 دقیقه به من وقت بدی، من میام تو برنامه میگم که این دوستان کمدان و نادان هی میان تو تلویزیون ها مفسر مفسر، اینا بفهمن که همین احمدی نژاد اگه نبود، همون جورج بوش قبلی میرفت ایرانو حمله میکرد. میگن سنگ شکن میخواد، یا اگه تو یه سنگ انداختی، یه کلوخ انداختی، من سنگ میزنم، اینا اینجوری بود. گفتم خب احمدو گفت، دیدم نقشه رو که نشون داد، میگه اینا گفتن اگه اینجا قراره، ما خودمونم میگیم اگه توی این دیگ قراره، اگه این دیگ برای من نمیجوشه، سر سگ میندازم داخلش. دیدید؟ میگه ما اگه اومدیم تنگه هرمز رو بستیم، اینا نتونن از اون تنگه بالایی نفت رو به دنیا ببرن. برید نگاه کنید اون برنامه رو، آقای شاهین ترکمان و سوربی. خب دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ما خوشحالتر میشیم که شما گفته هاتون مخالف گفته من باشه، که اینجا تنوع ایجاد بشه، برعکس اون مهدی وطن خواه احمق که میاد میگه که چون شمیرانی مثلا گفته رضا پهلوی نباید شاه بشه، من میخوام شاه بشم، بندازش بیرون. ما میگیم بیاد هر کی میخواد شاه بشه، وزیر بشه، رهبر بشه، بیاد اینجا. نه همه اینایی بیان که بگن من که پیرم، من که نمیخوام برم، من که اینجا بچه‌ام هست نمیخوام برم، من که فلانم. خب شما که نمیخوام برین، بریم فکر قبر و قبرستون اینجا بکنیم. ایران به وجود شما احتیاج نداره. خیلی هاشون هم که میگن ما گفتیم اگه مردیم ببرن ما رو ایران. آقا مگه ایران قبرستونه؟ اینجا مردی، اینجا خوردی، جنازت هم همینجا خاک کن. واکنش روسیه به اولتیماتوم 60 روزه آمریکا، گفته واشنگتن دنبال بهانه است. دیشبم تلویزیونای روسی آمریکا رو مسخره میکردن، حتی تو قسمت کمدیش و اینا، و تلویزیون آمریکایی داشت نشون میداد که توی هفته گذشته که ترامپ گفت من آقای چیز رو ملاقات نمی کنم، و بعدم آمد گفت که این کشتی های چیز رو گرفته و اینها، یه کمی شکر آب شده ماجراشون، این پوتین گفته دیگه ما هر کاری میخواستیم انجام دادیم، از این ترامپ به عنوان یه دستمال کاغذی استفاده کردیم، با بندازیمش دور، و داره کم محلی میکنه، دارن جوک میسازن باش. روسیه میگوید آمریکا به دنبال بهانه است تا خود از پیمان منع موشک های هسته‌ای میان برد خارج شود.
تو همین 24 20 تا جی 20 جی هم که رفتن همه امضا کردن درباره بهتر شدن محیط زیست جز یه نادان. همه تون به هم بگید اسم این نادان کیه؟ درسته ترامپ، ولی نگید ترامپ، بگین ترامپ، مثل آقای مانوک خدا بخشی. وقوع سونامی در پی زلزله 7.6 ریشتری در کلدونیای جدید. ژاندارمری نومه ها مرکز کلدونیای جدید، این کلدونیا همونجا نبود از اسپانیا میخواست جدا بشه و بعد نمیدونم شد نشد، این ماجراها هم ما از روزی که دنیا آمدیم این جغرافی خوب که دیگه کتاب نداریم، حالا اینترنته، اگه جغرافی کتاب بود وقتی واضح میکنی نصفی از این کشورهایی که نوشته الان وجود ندارن، اون کشورهایی که وجود دارن اینجا نیست، ولی روی اینترنت اقلا بهتره، میتونید بزنید نقشه دنیا امروز up to date. و اما هشدار جدی سنگاپور به مالزی به دلیل طرح توسعه بندری. مذاکرات صلح یمن در سوئد، نمایندگان دولت یمن وارد استکهلم شدند. این را رو من از یورو نیوز براتون میخونم. یه دوستی گفت آقا صفحه های خبری ایرانی رو هم یه نگاهی بنداز برای ما، خبرها رو بگو. گفتم همونایی که صبح شما اگه تو اروپا هستید 6 ساعت زودتر از من دیدید. بله، نامه پان ایرانیست که گفته ایران چند قومی و یک ملتی. درود بر هم میهنان گرامی، نوشته های زیر تقدیم می شود. پاسخی به آقای حسن شریعت مداری و قومی سازی ایران. آقای حسن شریعت مداری من دو بار اینجا باش مصاحبه کردم، توی مریلندم یه با یه سمیناری بود، من اونجا فیلم برداری میکردم آمده بود. این بند خدا دیدید مثلا پسر گوگوش هیچی نشد، چون همه میگفتن نمیگفتن حتی کامبیز، میگفتن دیدی آقا این شعر شکلات، میگو مال کی؟ میگو پسر گوگوش. تا موقعی که شما یه کسی رو که معرفی میکنید یا میگید آقا این بچه خواهر اونه، یا میگید این داداش اونه، اینا این خودش مالی نمیشه. آقای حسن شریعت مداری تا موقعی که وقتی میخوای بگی میگی آقا این بچه آیت الله شریعت مداریه که رفیق شاه بود، بعد کسی بود که خمینی رو به درجه آیت اللهی رسوند تا اعدام نشه، ولی خمینی آمد و سزایش داد، پدر صاحب بچه رو در آورد. این آقا هم ولش کنید، آقا نشسته آلمان، یه نفر دیگه با 5 تا بیننده باهاش مصاحبه میکنه، گفته نمیدونم تبریز میخواد جدا بشه، قم بشه، بزو بشه. اگه تبریزی ها دنبال این هستن، خب اگه میخوان جدا بشن شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای باهاشون جنگ داخلی را بندازی؟ من همیشه گفتم اگر یک خانواده ای، یه پدر و مادری نتونن بچه هاشون رو درست تربیت کنن، بچه 16 سالش که شد از خونه فرار کنه، این تقصیر پدر و مادر یا تقصیر بچه هست؟ یا تقصیر دوستان بد بچه هست؟ فکر کنید واقعا. بابا خونواده نتونسته یک محیطی ایجاد کنه که این بچه دلخوش باشه اونجا بمونه. اینایی هم که جدا میشن، خودمختاری میخوان، فدرالیزم میخوان و فلان اینها، اگر یه روزی همین دوستمون این آقای افغانی، ایرج افغانی که میگه اگر این حکومت بریزه پایین، ولی دیدم خیلی قشنگ گفت، نگو همه چی درست میشه، گو یه قدم نزدیکتر میشه، ممکنه، ممکنه هم هست این بره از این بدتر بیاد. اینو کی گارانتی میکنه؟ این ماجرا است. این آقا مثلا اومده میگه ما حق و حقوق خودمون رو میخوایم. شما فردا اگه یه دولت خوب آمد سر کار، آقای ایرج افغانی حق و حقوق همه رو داد، حق و حقوق شما رو هم داد، شما که مرض نداری که بری جز پاکستان، شما که مرض نداری بری بلوچستان جدید درست کنی. اون آقای حسین برو هر کی دیگه هم از هر جایی پول گرفتن نوش جون شو خوردن رفتن تموم شد. آقا من اینجا نشستم حقم رو میدن، ولی شما وقتی زمان شاه هم میرفتی زاهدان و سیستان نمیدونم اونجا بازار رسولی، شما برید ببینید چی بود.
بدونی چی بود؟ اصلا فکر کردی رفته توی بیابونی، هیچ اثری از شهریت نبود. خب این میگه آقا بلکه جدا بشم شاید من بهتر باشم. بله خیلی هم جدا میشن بدتر میشن. چند بار تا حالا دیدید بچه از پدر و مادرش جدا میشه میره معتاد میشه، دختره از خونهشون در میره با دوست پسرش، همون دوست پسره میبره میذارهش برای تنفروشی. اینا رو دیدیم، شاهدشیم، تو روزنامه، توی جادجودی، توی تلویزیون داریم میبینیم. ساعت 2:55 به وقت شرق آمریکا، ساعت 3 یعنی 5 دقیقه دیگه برنامه شماره 79 گفتار عقل بشر رو براتون پخش میکنم به عنوان حسن ختام برنامه امروز. و من اینجا نشستم، عکس‌ها رو وقتی ایشون میگه نشون میدم، عکس‌های خیلی قشنگ و بهتر از قبلا، کیفیت بهتری فرستادن و با هم این برنامه رو میبینیم. اگر نظری دارید درباره این برنامه ها، چون ایشون فعلا نمیخواد شماره تلفن، اسم و ایمیلش و اینها رو بده، شما فکر کنید که اسم ایشون هست آقای x@mardomtv.com، شماره تلفنشون هم هست این 202، قشنگ تماس بگیرید، بگید این پیام برای اون دوستمون هست از خلیج فارس، این شماره تلفن، این تکست، فیسبوک. بذارید صحبت از پیام و اینها شد، من باز از این بانوی گرامی تشکر کنم که پیام گذاشتن. من اون روز سوال کردم، این میگن که قوم اقوام بدوی، بعضیا میگن بدوی، کدومش درسته؟ این دوستمون جواب داده و خیلی ممنون. تمام فلسفه تلویزیون باید این باشه که من میام به شما میگم آیا میدانید که اون روز دالا گفتن کره بده، کره خیلی هم خوبه، اگه کره نخورین فراموشی بهتون دست میده، مغز 100% چربیه، شما اگه چربی رو از خودت دریغ کنی میشی مثل اون دختر خانم بهایی بیچاره که شده بود مثل یک استخون، میمد به دیگران هم میگفت که این نخور اونو نخور، بعدم دیدین اسلحه کشید رفت چند نفر رو کشت، خودش هم کشت رفت توی اون یاهو فلان دات کام. گوش بدید، من از ایشون یاد میگیرم، یه نفر دیگه ممکنه یه چیزی از من یاد بگیره. اون قسمت یاد دادن تلویزیون اینه، نه اینکه شما 2 بعد از ظهر بیای اینجا ساعت 4 که میخوای بری من بهت دیپلم و فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بدم. اگه بخوام همچی کاری کنم دکترای پشکلی باید بهت بدم. میخوای شما؟ فکر نمیکنم. و مجبور میشی مثل آقای مانوک خدابخشیان پشکل مزه مزه کنی بشینی، تازی بشین بچه مرشده کی؟ آقای علیرضا قاسمی. بفرم. گوگل وایس. سلام آقای تربی، اولا من یه پیامی برای پریروز شما گذاشتم، مطمئن بودم که در اون ساعت شما تلفنتون خاموشه و پیامگی میگیره، یعنی خودتون دیگه خواب هستین استراحت هستین، ولی من پیام گذاشتم با اطمینان خاطر که رو پیامگیر میذارم. و بعد با عرض احترام کلمه بعد درسته، ما برای آغاز کار، برای ابتدای کار میگیم بعد کار، آغاز کار، بعدی. اینو خواستم فقط خدمتتون عرض کرده باشم. بسیار منم از شما ممنون و متشکرم. این ماجرای تلفن، وقتی کسی میاد میگه رادیو تلویزیون، تلفنشو که میده نباید به یکی بگه شما از 9 به بعد زنگ نزن، به اون بگه از 2 به بعد زنگ نزن. به همین خاطر من 2-3 تا شماره دارم، 12 تا تلفن شماره اینجا ور دارم، ولی 2-3 تا شماره دارم. یکیش این 202 مال استودیوه. قبلا گوگل وایس میذاشت اگر من اینجا بودم زنگ میزدی گوشی رو بردارم. الان یا سیستم ما اون چیزه رو نداره، بالاخره این فوری میره رو پیامگیر، ولی من اگر اینجا باشم میبینم یه نفر پیام گذاشته فوری زنگ میزنم بهشون. همین آقای مهدی زکایی زنگ زده بودن و من فوری زنگ زدم باهاشون صحبت کردم. خیلی ممنونم که این رعایت کردید. من به کسایی که شماره تلفن دستی ما حتی میدم
میگه چه ساعتای خوب زنگ بزنه؟ میگم شما 24 ساعت زنگ بزن. یعنی چی؟ اگه دیدم آدم بی انصافیه، با وجود که واشنگتنه، منم واشنگتنم، ساعت 12 شب زنگ میزنه، تلفن من از 10 شب تا 7 صبح میره روی پیامگیر، اصلا من زنگش هم نمیفهمم. فقط بچه هام، مادرم، برادرم، اگه اینها زنگ بزنن، اینا جزء فیوریت هستن. آیا میدانید که تلفن های شما هم میتونید یه جای دیدید در اتاقا تو هتل ها یه چی میذاری پشتش، مثلا شما 2 صبح رسیدی تا میخوای دوش بگیری بعد بخوابی، میشه 4 صبح، 6 صبح طرف میاد میخواد اتاق تمیز کنه، شما یه چیزی نوشته do not disturb، یعنی کاری به ما نداشته باش. اوکی؟ تلفنم اینو داره. پس اگه من یه روزی شماره تلفن نوشتم گذاشتم اینجا، به شما این اجازه و حق رو دادم که 24 ساعت بتونید زنگ بزنید، باشم مثل سه شنبه ها و پنج شنبه ها تا پیام میاد زنگ میزنم. یه بارم که زنگ میزنید اگر رفت رو پیامگیر، هی قطع نکنید دوباره زنگ بزنید. حتی تلفن های معمولی، طرف تو توالته، طرف داره خوراک درست میکنه، طرف رو تلفنه، به خودتون احترام بذارید، خیلی قشنگ پیام بذارید، آقای اکس، خانم ایگرگ، سوربی، زنگ زدم بگم که کلمه بدوی درسته، خانم خیلی ممنون، شما تو پیام گذاشتن کار درسته، ممنون، متشکرم. فقط گفتم اون روز پیام شما رو پخش کردم. ما از 503 503 یک خانم دیگه ای تماس میگرفت، ولی اون خیلی بنده خدا هایپر بود، نمیدونم حالا خود شما هستید، به اصطلاح اینجا میگن یه کمی ملو شده، یعنی take it easy، یا ولی صداتون فرق میکنه. در اصل هر کی هستی ممنون و متشکرم. ببینیم این دوستمون که بفرمایید. سلام، من روی ایر هستم، میخواین صحبت کنید الان یا بعدا؟ با تو بعدا شما هم فرصت کردین. چش ممنونم از شما، مرسی، خدا نگهدارتون باشه. بله ممنونم دوستان. ببینید تلفنم اگر کسی زنگ بزنه، فکر کنم اونایی هم که میدونن این تلفن منه، گوشی رو برمیدارم میگم برنامه زنده است، شما میخوای صحبت کنی؟ اگه گفت بله صحبت میکنه، اگه گفت نه بعد از برنامه بهشون زنگ میزنه. خب ما یه دوستی داشتیم در زمان پناهجویی در ایران، در آلمان، این آقای هوشمند مهندس بود با همسرش و با 2 تا پسر. خب ما همه تو چند تا آپارتمان زندگی میکردیم نزدیک هم. بعد یه آقای دیگه بود جواد که یه پاشم میلنگید، اگه کسی جوادی میشناسه که اسم خواهرشم شایسته هست، من خوشحال میشم اینا رو پیدا کنم، چون ما با هم زندگی میگیم یه جمع کوچولو بودیم. آقای هوشمند شبا که مینشستیم شعر میخوندیم و اینها، تلویزیون و برنامه ایرانی نبود که باعث اختلافمون بشه، همین صدای آشنای ایرانی باعث اتحادمون بود. حتی من یادمه آقای بختیاری خدا بیامرز باهاش رفتیم یک رادیوی خریدیم با 2 تا نوار، که اگه 4 تا نوار داریم برای هم کپی کنیم، بیشتر و بیشتر داشته باشیم، تا سالها بعد من نوارا رو اینجا استفاده میکردم. این آقای هوشمند شبایی که دور هم مینشستیم شایسته صدای خیلی خوبی داشت، اگه کسی خانمی رو میشناسه به اسم شایسته، اتفاقا به خانم الهامی گفتم، گفتم شما اون شایسته نیستید که داداشتونم جواد بود، باید خیلی هم از ما جوانتر بودن اونا. گفت که نه من صدام هم خوب نیست. گفتم اوکی. شایسته اون شعر مرضیه رو خیلی قشنگ میخوند، به رهی دیدم برگ خزان افتاده ز بیداد زمان. بعد آقای هوشمند یه شعری رو میگفت که اشک هممون هم در میومد، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتر آن که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشند. امروز به اون دوست ورزشکارمون گفتم اینجایی که شما هستی خیلی از ایرانی ها حاضرن 1 میلیون دلار بدن از ایران بیان بیرون، خیلی هاشون حاضرن دزدی کنن
چند میلیون دلار بدن خودشون و زن بچهشون بیان بیرون. شما ورزشکار هستی، سلامت هستی، آمدی بیرون، الانم با دوست دخترت داری زندگی میکنی، خیلی فکر نکن وضعت بده. چون وقتی قصه چیزایی رو که نداری هی بخوری، همین چهار تا چیزی هم که داری ازش استفاده نکردی. چهار تا چیزی که هست ازش استفاده کن، لذت ببر، فکر فردات هم باش. جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با آقای ایرج افغانی خواهیم بود از سوئد. شما هم اگر پناهجو هستید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. من با افتخار اینو میگم که وقتی کسی میاد صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، این باید حمایت کنه، اینجا باز باشه برای نفر بعدی. همون بود که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند. نه این باشه که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما باز هم خوردیم، ما باز هم خوردیم، ما باز هم خوردیم تا سلوی مرد. اینجوری نباشه. حمایت فراموش نشه. از اینکه با ما بودین ممنون متشکرم. نریم وایسین همینجا. این دوستمون از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو برای شما اجرا میکنه، منم از اینجا عکس ها رو نشون میدم. عقل بشر برنامه شماره 79. خیلی ممنون از ایشون. اگرم نظری داشتید درباره صحبت های ایشون با من تماس بگیرید، با فیسبوک، با ایمیل، با تلفن، با تکست. دیگه والا نمیدونم چه باید کرد. سلام بر شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم و سلام به شما که به شناخت میهن علاقمند هستید و با پیوستن به ما درباره باتلاق‌ها و مردمش بیشتر خواهید دانست. در گفتارهای پی جای باتلاق‌ها طبیعت و تاریخ و مردمانش را شرحیدم. در این گفتار به نیروی کار این اجتماع می آشناییم. از روزی که زندگی حکمرانی انسان بر این کره شکل گرفت، اولین پایش بر زور تأسیسید و تا حال به همین منوال ادامه یافته. در حالی که این ضعف و زیر دست زحمتکشترین، ثمر دهنده ترین، ضروری ترین و سودمندترین است. واقعیت زورفرمایی که به شعوری ها را فرو رفته و درک و شناختش دشوار است و هر کس به مقام و ثروت رسید تا جایی که بتواند میزورد و میظلمد، این واقعیت و نما از وضع انسان در اجتماع دست نخورده و ابتدایی باتلاق‌ها به خوبی دیده می شود. در این گفتار به نیروی مظلوم و ضعیف در اجتماع باتلاق‌ها یعنی زنان آشنا می شوید. چون زنان زور ندارند. وضع بیتوانیشان طی هزاران سال ادامه داشته. اجازه دهید از شما تقاضا کنم وضع اجتماعی خود را با اوضاع و احوال مردم باتلاق‌ها بسنجید. به ویژه خانم‌ها که به زندگی در آسایش و وسائل مدرن عادت و دشواری زندگی دیگر هم نوعان هرگز به خاطرشان خطور نمی کند و از شکایت و گله کردن و اظهار ناراحتی و تیره کردن زندگی خود و همسران و نزدیکان و بزرگ نمودن منفی ها لحظه ای را از دست نداده و کوتاه نمی آید. امیدوارم با شناخت اوضاع زنان در باتلاق ها به مرفه بودن خود و تولد در محیطی دیگر فکریده و به جای مرمر کردن یا قر زدن به آنچه در دست دارن اندیشیده و از همه چیز لذت ببرند و بدانند میلیون ها زن در دنیای ما در اوضاع بسیار وخیمی زیسته و نمی رنجند و شکوه هم نمی کنند. در انتخاب پدر و مادر، جا و تاریخ تولد، جنس و شکل و وضع اجتماعی و اقتصادی خود هیچ کدام از ما دخالتی نداشته ایم. آیا می قبولید که همه من بدون اختیار آمده ایم تا بزندگیم و دورانی را سپری و با رفتن از این دنیا همه چیز را به کسیان بسپاریم؟ بیایید بندیشیم و از آنچه در اختیار داریم بالاترین لذت را برده و برای به دست آوردن بیشتر این لحظه های کوتاه و محدود زندگی را تیر و تار نکنیم. نادانی و نه اندیشیدن مصیبت و اصل بلای ما. آی سوربی، لطفاً عکس‌ها را یکی پس از دیگری نمایش دهید. یک زن باتلاقی قبل از طلوع آفتاب بیدار می شود. اغلب افراد خانواده هنوز در خواب هستند. فعالیت یا وظیفه روزانش با دوشیدن گاو و گامی شروع می شود. شیر را دوشیده و در سطل جمع‌آوری و در ظرفی بزرگتر می ریزد.
اغلب این شیر فروخته می شود. بخشی از آن برای استفاده خانواده می ماند. از آن پنیر، ماست و سرشیر می سازند. سرشیر گاومیش بسیار چرب و خوشمزه. سرشیر ساخته شده از گاومیش های باتلاق ها بسیار معروف و محبوب می باشد. با مخلوط کردن با شیره خرما خیلی خوشمزه. پس از دوشیدن و جمع کردن شیر، زن به سوی طویله می رود و در زیر گاومیش ها به دنبال تاپاله هایشان می گردن. آن را جمع و در جایی می انباشد. این تاپاله سوخته پختن است. چوبنه ای که در باتلاق ها یک گیاه خودرو است، زغال از آن ساخته نمی شود. شعله دارد و زود افت می کند و نمی توان از آن برای پختن غذا در دیگ استفاده کرد. تاپاله ها جمع و سوخت پختن غذا در دیگ تهیه می شود. آنگاه زن می باید به فکر پر کردن شکم افراد خانواده باشد. تنور را پر از نی خشک کرده و آن را آتش می زند. از تاپاله ها برای پختن نان استفاده نمی شود، زیرا نان بو می گیرد. تهیه آتش امروز با کبریت ساخت سوئد می شعلد. آیا می توانید به تصوری در گذشته چگونه انسان آتش می افروخت؟ بهترین حل را ایرانیان باستان فراهم کرده بودند. به نیایشگاه زردوش رفته و نماز بامداد می‌خواندند. در آنجا آتشکده همیشه روشن بود. مقداری خاکستر در کف دست نهاده بران قطع زغالی گذاشته و به خانه باز می‌گشتند. زغال را میان هیزم نهاده و اینقدر فوت می‌کردند تا چوب شعله‌ور شده و آتش بیفروزند. قبل از ساخت کبریت چگونه باتلاقی‌ها آتش می‌افروختند؟ اطلاعی که تاریخش را نیافتم. شاید از سنگ چخماق مخصوص که برای آتش سوزی است از جاهای دور آورده و از آن استفاده میکرد. کاری بسیار دشوار که به وقت و صبر زیاد نیازمند. در چند دقیقه تنور میگردند. تنور گلی را هم زنان خودشان میسازند. زن از داخل کلبه خمیر را پیشر قبل تهیه کرده آورده چونه تهیه و بعد به شکل دایره‌ای نازک خمیر را به دیوار تنور می‌کوبند. در کمتر از یک دقیقه نان می‌پزند. نان پختن بنابر نیاز خانواده و تعداد کلبه‌های نزدیک به تنهایی یا گروهی توسط زن و یا زنان برای مصرف چند روز پخته می‌شود. نان درون یک ظرف بسته و یا پیچیدن در پارچه به مدت چند روز باقی مانده و قابل استفاده. اگر هم خوش شد نان را خیز کرده و می‌خورد. نان غذای اصلی صبحانه افراد خانواده آماده می‌شود و با همان شیر گامیش، پنیر و سرشیر ساخته شده روز قبل خورده می‌شود. تهیه سرشیر و نگهداریش در آن محیط آسان نیست. باید هر روز تهیه شود. وقت بسیار می‌خواهد. با جوش دادن شیر خامه رویش بارها جمع گشته و در ظرفی انباشته و هنگام سرد شدن چون سرشیر یا خامه با نان خورده می شود. زن باتلاقی نیازمندی های بامدادی خانواده را برآورده به دنبال کارهای دیگر می روند. سوار بر قایق در باتلاق ها کاری را که در برنامه دارد انجام می دهد. مثلا نیهای بلند را کنده در قایق جمع به جایی منتقل می کند. این نی مصالح اساسی باتلاق‌ها برای همه کارهاست. مثلا آن را آتش زده و با آن نان می‌پزند یا ماهی سرخ می‌کنند. برگش خوراک دام‌ها یا به جاهایی که در آن کلبه‌ای می‌سازند می‌برند. قایقرانی به وسیله یک چوب بلند که به زمین ته باتلاق می‌خورد و یا پارو وسیله جابجا شدن جهت انتقال است. در میان مردم باتلاق‌ها یک فرد فرده نمی‌بینید. از بامدادان و تا هنگام خواب در حرکت هستند. مردم باتلاق‌ها از خردسالگی همه نیازمندی‌های زنده ماندن را می‌آموزند. قایقرانی تنها وسیله انتقال می‌باشد که فراگیریش ضروری است. خوشبختانه اداره راهنمایی رانندگی به آنجا دسترسی ندارد تا برایشان گواهینامه قایقرانی صادر کند یا مجبور به شماره گذاری قایق‌ها شود و عوارض بپردازد. سپس برای هر حرکتی آنان را جریمه کنند. معیارهای رانندگی قایق در باتلاق‌ها را همه‌شان می‌دانند و برای خود قانون‌هایی ننوشته ولی حفظ شده در مغز دارند و به سادگی اجرا می‌کنند. در رفت و آمد و چرخش در باتلاق‌ها با یکدیگر مشکلی ندارند. فرو رفتن زن‌ها در داخل آب باتلاق و
برای کندن نی و یا جمع آوری ماهی های صید شده توسط مردان یک کار بسیار معمولی است. همبستگی زن و مرد و کودک با آن بخشی از طبیعت و معمولی در محیط باتلاق ها می باشد. همه شان از 3 سالگی شنا می دانند. کسی از غرق شدن خردسالان نمی ترسد و رفتن زیر آب یک کار معمولی است و موجب پریشانی نمی باشد. از برگ بوته های نی سینی می بافند. برگ ها را رنگ می زنند و سینی را تزیین می کنند. بافتن سینی و بشقاب کار مخصوص زنان است. نی خالی از برگ را از طول شکافته و از آن حسیر می بافند. از حسیر چون پوشش زمین و سقف و دیوار کلبه استفاده می کنند. مادران هنگام انجام این کارها از بچه هایشان هم نگهداری می کنند. مصالح ساخت کلبه ها را زنها به محل کار می برند. همه چیز را بر سر نهاده، جا به جا کرده و یا به مقصد می رسانند. همه کارهای خانه و دیگر کارهای دشوار روزانه را زنان انجام می دهند. با این حال و به جای قدردانی از آنان در اجتماع باتلاق ها زنان مایه شرم شناخته شده هند. در اجتماع مردان نباید از آنان سخن گفت و یا نامشان را برد. تا چند دهه پیش هنگامی که یک مرد باتلاقی میخواست از زنش از زنش سخنی نقل کند و یا گفته ای از کارش برم نماید، عبارت برانسبت و یا بی احترامی نشود را قبل از سخن از زن بر زبان می آورد. مثلا می گفت برانسبت به شما ببخشید، بی احترامی نشه، زنم امروز این سرشیر رو ساخت که من برای شما بیارم. در اثر انتقاد و تبلیغات زیاد و آموزش مردان، نسل جدید از تکرار این عبارت منصرف گشته و کمتر این اهانت را به زنان می کند. انجام کارهای خانه برای مردان کم شأنی به حساب می آید. هنگام انتقال در قایق این زن است که پارو می زند. مرد سالاری به روشنی در آنجا حکم فرماست. کار مردان نسبت به زنان بسیار کمتر است و در حالتهای بسیار کم به زنان کمک می کند. همه کارهای مورد نیاز روزانه توسط زنان انجام می گیرند. از پنبه و پش پارچه و گیری می بافند. گندم و جو را آسیاب آرد می کنند. آشپزی و تهیه شام و نهار وظیفه شان است. وسایل خانه را همین زنان تعمیر می کنند. از جاهای دور و بخشهای خوش شده باطلاق نمک جمع می کنند. باز خانمهای شنونده را مخاطب قرار داده پرسند. آیا در درون خود می توانید انجام این کارهای روزانه را بتصورید؟ برای ادامه زندگی آیا می توانید یک روز چون یک زن باطلاقی این کارهای فیزیکی و بدنی را انجامید؟ اگر جوابتان مثبت است، این گود و این میدان بفرمایید و نشانمان دهید. اگر جوابتان منفی است، برای شادمانی و خوشبختی خودتان و بستگان و اطرافیان از وسایل رفاه که در کنار دارید استفاده، با شادی و آسایش برای سازندگانش نیایش کنید. به دانش و دانشمند و زحمتکشان در تهیه زندگی مرفه شما و پیشرفت انسان احترام گذاشته و از آنان قدردانی نمایید. رفتار عموم با کارگر و رفتگر و بافنده و دیگر حرفه های مورد نیاز روزانه انسان در کشورهای عقب افتاده شرم‌آور است. بدرفتاری و تحقیر این گروه بخشی از فرهنگ عمومی شده و به سادگی مورد اهانت قرار می‌گیرند. تحقیرشان از کم حقوقی آغاز و به شکل و زندگی و لباسشان می رسد. در بدترین شرایط زندگی می کنند. نمی توانیم درک کنیم اگر این مظلومین اجتماعی و حقوقی نبودند، ما چگونه می توانستیم در رفاه باشیم؟ کارگران به علت معیارهای اجتماعی و دینی تزریق شده به بیشعوریشان، همانند زنان باطلاق ها وضع خود را طبیعی می دانند. مریدان و جمع شدگان در امامزاده ها و مسجد ها و دنبال روان شاهان و آخوندها همین افراد هستند که برای تغییر احوالشان هرگز کاری نکرده اند. با دروغ فریبشان دادن که برق و آب و همه چیزشان را مفت می کنند. وعده ها فراموش شد و بدبختیشان افزونتر. آری، این وضع نتیجه پایه ایست که همون پادشاهان مفتخور بر این کره تأسیس کردند. پیامبران به سبتش رساندند. تفاوت طبقاتی را در عقیده چون خواست خدا درون بیشعورها فرو کردند. تا کنون
در همه اجتماع های انسان بر این کره اوضاع یکسان و به شکل‌های و به شکل‌ها و تفاوت‌های کم همچنین ادامه دارد، موضوعی که در گفتار پیش شرحیدم. ما دعوت مجدد به اندیشیدن و شناخت خیش و آشنایی به وسایل رفاه مدرن امروزی در اختیارتان است و از زحمتتان می‌کاهد، برایتان تندرستی و خوشبختی می‌آرزویم. در گفتار آینده با اوضاع باتلاق‌ها و مردمش بیشتر آشنا خواهید شد. خب بسیار ممنون از این دوستمون. دوستان اگه شما مایل باشید تلفن بزنید، پیام بذارید یا پیام‌های صوتی ارسال کنید از طریق ایمیل، از طریق تکس، از طریق تلفن، از طریق فیسبوک، این کارها شدنی است. و شماره تلفن ما اینجا هست 202-695-2573. بستگی داره که شما از کجا تماس میگیرید. اگه از آمریکا باشه قدیما یکم باید میگرفتیم بین این شهر و اون شهر، ولی الان دیگه لازم نیست. و اگر از کشورهای دیگه باشه اون دست شما رو میبوسه که ببینید چه شماره‌ای باید انتخاب کنید، به اصطلاح تماس بگیرید تا با آمریکا وصل بشید. ممنونم از سعید که یه بار دیگه درباره ویسکی و تکیلا و اینها نوشته. ممنونم از آقای سلیمانی که گفتن صدا هست، درود. بعد آقای سعید دوباره راجع به ویسکی نوشته، ویسکی ویت آیس میشه اندر راک، فکر کنم بهش میگن اندر راک چون به یخ، به یخ راک هم میگن چون سفته مثل سنگ، و میگن مثلا وادکا اندر راک یعنی بریزش روی اون، یا حالا نمیدونم، در اصل شما انگلیسیت بهتر از من. آقای خوشنودی همشهری میان میگه آقای سوربی در مورد فتوا به تجاوز توسط بازجوها حقیقت داره، تمام کسانی که در کهریزک بودن گفتن از تجاوز در دهه 60 هم گفتن از تجاوز در دهه 60. یکی از بازجوهای اتفاقا شیراز که سالها بعد اومد به خارج تمام، ببین عزیز من آقای خوشنودی، باز دوتامون داریم یه چیزو میگیم. این همشهری من و شمایی که مادر قهوه خودش ادعا میکنه شکنجه‌گر بوده و تجاوزگر بوده، تا روزی که نیومد خارج هیچ چیزی نگفت، وایساد اونجا ببخشید به همدیگه دستمالم میدادن. عزیز من اشکال اینه، من میگم هست، من که نگفتم نیست. یکی بنویس اسم اون آقایی که خیلی معروف بود، بچهشو گرفتن تجاوزم کردن، بعد آمدن گفتن شاکی هستی، گفت نه چون از خودشون بود. ولی من میگم آخونده نمیاد توی مجلسی یا شما نامه بنویسی به دفترش، اونم کاغذ بنویسی بده دست شما. چرا متوجه نمیشی عزیز من کاکو جون؟ من دارم اینو میگم، همینجا شما میگی زندان، تو مدرسه، تو جاهای ارتشی، وقتی طرفی که آموزشیه میخواد بیاد رسمی بشه، حالا یا سردوشی بهش بدن یا بچه آوردن مسابقه فوتبال میخواد حالا بشه جزء تیم فوتبال، یه برنامه‌ای دارن بهش میگن هیزینگ. ببخشید اینو میگم، چوب دسته جارو کردن تو کون طرف. آقا تو آمریکا، ولی من میگم اگه شما از اون مدرسه وقتی میخوای بچه‌تو بفرستی بپرسی، نمیاد اینو بگه، میلیون ها دلار پول خرج میکنن که قایمش کنن. من دارم اینو میگم، خانم مینو آقاسی نباید بیاد عکس اون آقا رو بذاره و بگه ایشون فتوا داده. آقا اینا که فتوا که میدن با مهر و امضا تو دفترشونه، همه اینا اینترنتایی که دارن و دفتراشون از لحاظ تکنیکی بهتر از من اونا. من اینو دارم میگم، شدیم یه مش آدم ترسو. همین همشهری من و شما گفته بازجوها فلانم، بعدم آمده خلیل تراب‌پور، مجید تراب‌پور که دو برادر بازجو و رئیس زندان عادل‌آباد در زمان احتمالاً فامیل علی ترابی هم هستن. خب چه کردیم من و توی شیرازی با اینا؟ هیچی. اونم اینقدر شهامت پیدا کرده که بیاد بیرون بگی بله وقتی من داخل بودم این کارا رو می‌کردیم. چرا میخواد حالا پناهندگی بگیره؟ میخواد اینا رو من دارم میگم عزیز برادر، والا از این که بوده و هست و خواهد بود هیچ حرفی داخلش نیست. همینجا هفته پیش نشون میداد یه خانمی رو زندان بردن، حالا میگن این خانم خودش با
شالگردن خودشو کشته. وکیلش میگه اصلا امکان نداره کسی با شالگردن بتونه اینجوری خودشو اعدام کنه، خودشو حلق‌آویز کنه. ما داریم اینا رو میگیم. در اصل ممنونم که شما هستید میگید که به من رو به چالش بکشید اگه یه اشتباهی هم میکنم برم دنبالش. بله خوشنودی میگه ویسکی رو یه دکتر قدیمی به نام گابریل بود در شیراز، متخصص قلب، از همین آمریکا بود، هر روز میخورد و برای قلب و عروق و خون میگفت عالیه. از اون بهتر کنیاک. شما شب اگه اهل چای هستید و اینها، اگر هم نیستید آب گرم یکم کنیاک بریز داخلش. اولا تمام این داروهای سرماخوردگی، داروهای خواب، اینا یکم الکل داخلشه و دلیلش اینه که هم تمیز میکنه الکل، هم آدم رو به اصطلاح ملنگ و چیز میکنه. آقای سعید خان میگه ترامپ در انگلیسی یعنی بی خانمان، تن فروش، آدم خیابانی، پس فطرت، لو لایف. کاملا درسته، ولی من و آقای مانوک خدا بخشیان اینجا هستیم. حتی شما فامیل ترامپ میدونید عوض شده، یک کمی کوتاه و مختصر و اسپلینگش هم عوض کردم. الان شما ای رفتی یه جایی گفتی ترامپ، اون طرف میفهمه که انگلیسی در سوربی هم بدتره. بعد آقای مانوک خدا بخشیان شما یه برنامه نمیبینی که اسم 4 تا کتاب نیاره که من این کتابا رو خوندم. آقا اگه خوندی و هنوز اینقدر احمقی وای به حالت. اقلا سوربی میگه من اهل کتاب نیستم. در هر صورت برید گوش کنید، از پشکل تا بمب اتم، در سری برنامه های مانوک خدابخشیان با آقای علیرضا قاسمی، امیر قاسمی اسمش، نه نمیدونم، از بس بهش گفتن میرزا قاسمی حالا دیگه ما اسم معمولیشو بلد نیستیم. اینم از این. دوستان عزیز، من از یکایی که شما ممنونم که با تلویزیون مردم بودید. بذارید گفتم اول برنامه این لیلا خانم با من تماس گرفته بود و یه چیزایی گفته بود، من اینو براتون بخونم و اگه بتونم پیداش کنم. کجا هستی؟ با تکس فرستاده بود. ای خدایا ما اینا رو میذاریم بعد هی میاد هی میاد هی میاد، ولی خداییش یه دو روزه یه کم راحت شدم. این دوستمون الله آقای حسن خزایی هم ممکنه از دست ما ناراحت باشه، ولی خب دوست عزیز وقتی شما به من احترام نمیذاری چقدر تو بی‌انصافی که میخوای من به تو احترام بذارم. این شماره تلفن لیلا خانم، اهل نیو مسیج، نه اینم نیست، لگاردین، عجبا. خب بذار ببینیم که چی میگه این کجاست. گوگل وایس، این 972 مال کی بوده؟ خدایا این مسیج ها کجاست که این میاد میره؟ 11 ماه دیگه میاد برای ما درس درست میکنه. سلام آقای سوزی، الهه هستم از دالاس. الان برنامه دوشنبه شما رو نگاه کردم، شنیدم البته چون یوتیوب مثل اجازه پخش ویدیوشو نمیده، شنیدم. بله اون تست ژنتیکی که براتون فرستاده بودم، بله همون توفی رو که فرمودین همونه فرستادم. آها خیلی ممنون، این پیامتون اون روز پخش کردم و اون برنامه رو یوتیوب به اصطلاح ما رو تنبیه کرده بود و گفته بود چون از این و اون زیاد چی نشون دادی پس ما توبیخت میکنیم، تایم آوت. درستان ممنون و متشکرم از الهه خانم که اون نتیجه دی ان ای یا ژنتیکی و ژنتیکی خودشون فرستادن، ما هم نشون دادیم و خیلی عالی. و آقای خوشنودی میگه مثل کالیفرنیا که کالیفرنیا تلفظ میشه، اینجا فکر میکنن ترامپ هم ترامپ هست. آها باریکلا، این آقا دیگه میخواد خیلی انگلیسی بودنش رو به رخ بیننده های ایرانی بیچاره برسونه. حالا فکر میکنه اگه به ترامپ بگه ترامپ میگن به 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 چقدر انگلیسیش خوبه. مثل ما میگیم کالیفرنیا ولی اسمش اصلیش هست کالیفرنیا. خیلی ممنون، نکته خوبی رو شما گفت. ممنون و متشکرم از یکایک که شما یک نوشته ای رو از پتیک گذاشته بودم اینجا
واقعا نمیدونم دیگه. من حتی روز به روز میام این برنامه های لایو براش چیز میذارم، چی میگن، فولدر یا فولدر میشه پوشه میذارم، بازم بعض وقتا نمیتونم پیداش کنم. عجب آدم خنگی شدم منا. بله اینم از این. یه ویدیوی قشنگی بود من میخواستم بهتون نشون بدم، حالا نشون میدیم، میترسیم که یقمونو بعد بگیرن. ضمناً بهتون گفتم رئیس نیوی یا فرمانده نیروی دریایی گویا در بحرین کشته شده، تا حالا ندیدم، یعنی ببخشید مرد، فوت شد، هیچ خبری توی رادیو تلویزیونای آمریکایی در این مورد بگن. بذارید من این پتیک اینجا یه چیزی نوشته بود، آها نوشته که کاکا جون سلام، برنامه را شنیدم، دو تا مطلب. در پیام خانم لیلا میلانی شما به ایشان گفتی از کلمه همه استفاده نکنید، چون کلمه همه قدر مطلقه، بگید اکثرن، بگید بیشتر. بعد میگن خود شما بلا فاصله گفتید همه تلویزیون ها به این ننگاور برنامه دادن. کاملا درست میگی آقای پتیک مهدسیان عزیز، و من هم مثل دوستان ایرانی، مثل بیشتر ایرانیان، این اشتباهات رو انجام دادیم تا حالا که میایم یه جا میگیم اصلا همچین چیزی نبود، هیچ چیز اینجوری نیست، یا یه دفعه میگیم همه ایرانی ها اینجوری هست. باید تکرار کنیم، امتحان کنیم تا یاد بگیریم، اونم با کمک دوستانی مثل شما میسر میشه. و شما میگه گفتید در برنامه‌تون در شهر پارادایس اشاره کردی و گفتی یکی از ثروتمندترین شهرهاست. میگه سوربی اون شهر ملیبو است که همه وضعشون خوبه و اینها، اتفاقا این یکی از بدبختترین و فقیرترین شهرهای کالیفرنیا است. گفتم پس اینا هم مثل ما هستن، به اون که مو نداره میگیم زلفعلی، به اون که کوره میگیم چراغعلی، به اینجا هم که شهر آدم های فقیر و احتمالا مثل جهنم بوده میگن پارادایس یا بهشت یا پردیس. آقای فرخ میگه ترامپس فادر واز فرام جرمنی اند سام بیلدینگ نیم ایز ترامپ. نام ترامپ رو شما هر جا میبینید دوست عزیز، برید راجع به لایسنسینگ بخونید. لایسنسینگ اینه که مثلا ترامپ با یک شیخی میگه چون شما نمیخوای کسی بفهمه این بیلدینگ مال شماست و چون ساختمونای من معروفه، به من مثلا سالی 1 میلیون 10 میلیون بده، اسم آشغال منو بذار اینجا. خیلی از این ساختمونا مال ترامپ نیست، ولی از اینکه پدرشم مثل خودش کلاش، پدر سوخته، پولدار بوده، هیچ حرفی نیست و نمیدونم که ساختمونی به نام ترامپ اون موقع بوده یا نه برای باباش. ولی این عموشم اون جان ترامپ یه مهندس برقی بود توی بوستون، توی دانشگاه معروف اینجا MIT چیه اونجا. در بین اونا این یکی از همشون کلاشتره و پولاشو بیشتر از راه نادرست به دست آورده. و حالا صبر کنیم تا جانویری سوم، یعنی یه ماه دیگه، دموکرات ها بیان مجلس. خیلی بیحالن، ببینیم اگر این بار غیرت کنن، همت کنن، بکشن بیرون پرونده های این شارلاتان رو، ماجراهای تکس، چون این خودش با قلدری و با افتخار میگه من مالیات ندادم. باید یقش رو بکشن بیرون. گفتن 500 میلیون دلار اینو خانوادهش، یعنی اون خواهرش و برادرش که مرده، اونا حالا فردا به این فوش میدن، میگن مردک داشتی برای خودت زندگی میکردی، ما برای خودمون هرچی کلا گذاشته بودیم سر دولت برده بودیم و داشتیم میخوردیم، این چه خاکی بود که آمدی ریختی به سر همه ما. همین آقای جنرال فلین نگاه کنید، با پسرش با ترکیه با این ور با اون ور 5 میلیون 10 میلیون گرفتن خوردن بردن، الان خونه و اینهاش هم از دست داده تا خرج وکیل و اینها بشه، ولی باز این شرایطش بهتر از دیگرانه. به این زندان ندادن،
چون همون جوری که ترامپ میاد از توییتر استفاده میکنه و به اونا میگه که خیلی خوب کاری کردید که فیفت به اصطلاح یوتیوب فیفت و نرفتید با دادگاه و اینها صحبت کنی، دادستان و بازرس به اصطلاح مخصوصم از این ور به اونا نشون میده، میگه نگاه کنید این مایک فلین اومد با ما از همون روزای اول که خطر رو احساس کرد و یک روز هم زندان نرفته، بیچاره ها شما بیان این کارو بکنید، چون دیر یا زود ترامپ که دیدید اونی که وکیلش بود 12 سال میگفت مثل پسر من فلانه، همچین که آمد چیز کرد انداختش بیرون و گفت این ترسوه، این دروغگوه، تازه حالا اعتراض میکنه که این همه کار خلاف کرده شما بهش میخواین زندان ندید. یعنی این اینقدر آدم بدذاتیه. ببینید دزدا، آدمکشا، جنایتکارا یک مرامی دارن اقلن با همن، این با هیچ کس نیست. این اگر آتش دیدید دیگه داره بارون میاد، چتر گرفته و سر خودش که این موهای زلف زیباش چقدر هم آشکال، این موها خیس نشه یا باد نبره، زنش و بچهش بدون چتر میرسه دم چیز، زودتر از اونا میدوه میره داخل. این میگن اگه خونش آتیش بگیره میندازه اونا رو عقب، خودش زودتر میاد بیرون. اون وقت بیچاره مردم ایرانی که دل به این خوش کرده باشن، درست میشه این اونایی که نشستن که خمینی بیاد پول آب و برق و گاز مجانی، و جدیدن هم یه نفر گفته آقا دلار که ارزون میشه هیچ، دوباره آب و مرغ و گاز و گوز و همه چی مجانی. فکر کنم آب و برق و گاز خبری نباشه، ولی منتظر گوز مجانی باشید. دوستان عزیز روز روزگارتون خوش، به امید دیدارتون جمعه ساعت 2 بعد از ظهر برنامه رو با آقای ایرج افغانی از سوئد شروع میکنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید یا برنامه هایی رو که علاقه دارید اونا رو اینجا پخش کنید با یک هزینه بسیار کم. این هزینه رو که ما میگیریم برای اینه که ما اون مفتخوری از وجودمون بیاد بیرون. یه بار دیگه چون آقای خوشمودی گفته بود آقا هی اعلام کن که شیر کنیم، حالا اعلام میکنم شما بعد از برنامه هم میتونید شیر کنید، ضمناً حمایتم فراموش نشه. روز و روزگار و شما خوش، با امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر.